گیسوی محبت بفرمایید. نه خیر. آقای فیروز هنوز تشریف نیاورد. چه میدونم کجا رفتن؟ 9 صبح که این مؤسسه باز میشه، شما مرتب با تلفن زنگ میزنین آقا رو میخواین. یه ساعت دیگه تلفن کنین. خجالت نمیکشه؟ روزی 100 دفعه تلفن میکنه. کی خجالت میکشه؟ سلام. سلام. کی خجالت میکشه؟ چه میدونم مزاحم. مزاحم زن بود یا مرد؟ مرد بود. نمیدونم از جون من چی میخواد. لابد یه چیز میز میخواد بهش بده گم شه دیگه. مثلا چی میخواد؟ چی میدونم، خودت بهتر میدونی. شاید هم دو تا فوش میخواد. تازه مشتری اینجا همه زن هستن، مرده که اینجا کاری ندارن. مگه کچلای که بخوان مودار بشن. ولی این مرد کچل نبود. از پشت تلفن دیدی زلف داشت. خانم شما وظیفه داری به محض اینکه میشرفی صدای زنه، فوراً شماره تلفن و آدرسش یادداشت بکنی بده به من. اگرم صدای مرد و مزاحم، فوراً تلفن رو قطع کنی. فهمیدی؟ چشم بود. ولی شاید اون مرد با من کار داشته باشه. غلط میکنه. فقط منم که با شما کار دارم. کار امروز ورده بیا. دلشاد نایمده؟ هنوز نخیر. لابد امروز با زنش دعوا شده. کسی من تلفن نزده؟ نخیر. چرا آقا؟ چند دقیقه پیش من به شما تلفن زدم، ولی این خانم با پرخوش به من جواب داده. سلام خانم، معذرت میخوام. آخه خانم از صبح ساعت 7 مرتب تلفن میزنه. خانم حق داره از ساعت 4 صبح تلفن بزنه. چه فرمایش دارید؟ لابد پستش خودتون آوردین عوضش بکنید. بله، مثل اینکه زیاد بهم نمیاد. بله بله درسته. بفرمایید سرکارتون، بفرمایید. مهم نیست. بفرمایید هر کدوم دلتون خواست انتخابش بکنید. بفرمایید. روزی چند دفعه به هوای عوض کردن پستیش بیام اینجا؟ روزی 1000 مرتبه. دیگه نمیتونم صبر کنم. باید تکلیف منو معلوم کنی. آخه چی کار کنم عزیز دلم؟ خودت که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم. عوضی گرفتی. یه ماهی من از اصفهان کشوندی آوردی اینجا. هر روز پدر مادرم تلفن میزنن تو تهران چی کار میکنی. هر دفعه یه جواب سربالا بهشون میده. خب بگو نامزد شدم، میخوام عروسی بکنم. بس فقط یه حلقه بکن تو دست من برم به اونا نشون بدم. خیلی خب، یه حلقه برات میخرم. نامزده امروزی که دیگه به حلقه ملقه کار ندارن که. اسمن نامزد میشن، 10-20 سال بعدش هم با هم دیگه عروسی میکنن، یا اصلا همینطور تا ابد نامزد میمونن. من حاضرم همینجور تا آخر عمر نامزدت باشم، به شرطی که بدونم واقعا زن نداری. مگه خدای نکرده دیوونه شدی؟ من زنم کجا بود؟ آدم زندار میاد همچه غلطه بکنه؟ دیگه از این حرفا نزنی یا بعدم میاد؟ خیلی خوب باور کردم. پس همین امروز به پدر مادرم تلفن میزنم که نامزد شدم باشی؟ خیلی خوب بزن. اما قبل از که تو تلفن بزنی، بذار من اول یه سری به لبات بزنم. اصلا چطوره اول بریم یه سری به کاناپه بزنی؟ نه. چه؟ نه. چه؟ آه حالا نه. فیروز، شنیدم تو این فصل هوای شمال خیلی عالیه. چطوره ماه عسلمون دو سه روزه بریم شمال برگردیم؟ هنوز نامزد نشده میخوای بریم عسل بخوریم؟ باشه، همونطور که بدون حلقه نامزد شدیم، بدون عروسی هم میریم ماه عسل. اوخش، تصادف شد. بابخشی نه. خدایا با امید تو با شیطان لند. خدای خدا با تو سپرده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کردم عزیزم، صبح علی و خیر. بازم که دیر اومدی. با مرگ تو تا الان گرفتار زنانه بودم با جان تو. بدمسم مگه طلاق میگیره؟ اینه هو کنه با من جسمیده جان تو. آه پس امروزم طلاقش ندادی. میبینی؟ سه روز همش میگی امروز طلاق میدم، فردا طلاق میدم. خیلی خوب، منم تصمیم خودم رو میگیرم. آخه قربان تو برم الهی، تو خیال میکنی طلاق دادن کار آسانیه؟ با جان تو همین فردا کلک کار میکنم، تو بمیری بحث ندارم. خیلی خوب، سه روز دیگه بهت مهلت میدم. بعد از سه روز دیگه نه من چش اینقدر برای من چینتیر نه، یا قربان تو برم. ببینم آقا آمده؟ آره، یه ساعته. سراغ تو رو از من گرفت. یک ساعت اون وقت آره. با من مرد مرده نمیگی؟ ما فرار کردی؟ دیگه بسرته، میترسم گرمیت کنه. روش شیخش میخوره. ما سردیت میکنه، دیگه به درد من نمیخوری. سلام برسون. آقا کجا رفت؟ تکو نخور، همینجا باش تا هم بیا. من بی خودی هی سلام میکنم دل دلشا. بله قربان، سلام. کجا بایی تا حالا؟
ناسلامتی تو کارمند اینجا هستی؟ این موقع اومدن مؤسسه است؟ معذرت میخوام قربان، اگه یکی دو ساعت دیر کردم شما میدنین که بنده گرفتار زنانه هستم. ایالی میخوام دست به سر بکنم ده، وگر نه شما گی منو میشناسین. فرمایشی بود قربان؟ فعلا نه، یه ساعت پیش باید کار داشتم. بله قربان. بابا زله ترک شد. چله شکندی؟ من نمیدونستم این رسرسه که زنده است که قربان. ترسید. دلشاد، من درسته میخوام برم شمال. تقریبا کجا داری نگاه میکنی؟ میخوام برم شمال به نمایندگی اونجا یه سری بزنم ببینم اوضاع چه قرار است. شمال؟ لیلا، پروین، پروین جون قربونت برم الهی، حالت چطوری؟ قربونت برم لیلا جون، چه اتفاقی؟ مگه تهران زندگی میکنی؟ نه، الان یه ماه از اصفهان اومدم، ببینم تو تهران زندگی میکنی؟ آره، همون وقتی که اصفهان دیپلمامو گرفتم، پدرم منتقل شد تهران، الانم یه شوهر خوب دارم و اینم بچم. وای الهی بگردم، چقدر خوشگلی. تو چطور؟ شوهر کردی؟ نه، فعلا تو نوبت خوابیدم، تازگی یه نامزد به تو زدم همینجا. بجم آبجی چراغ سبز شد، کی ببینمت؟ من فعلا دو روز بالام زدم، میخوام برم شمال و برگردم. پس وقتی برگشتی فورا به هم تلفن بزن، 41807 یادت نره ها؟ نه چه تلفن کن؟ نه حتما. قربونه تو. راستی فیروز، امروز یکی از بهترین دوستان دوران تحصیلم رو دیدم. لابد مثل خود خوشگلست. وقتی رسیدیم تهران بهت معرفیش میکنم. حتما حتما. اما باید چشماتو درویش کنی یا چون شوهر داری. شوهر داره؟ پس بهتر معرفیش نکنیم. چیه تو بغلت شیطون ها؟ کیفت؟ لابد پر پولی که اینقدر قلم بز. امتحانش مجانی. وای چقدر پول با خودت آوردی. شما رفتم خیلی پول میخواد، وقتی برگردیم خالی میشه. وای خدا، چند تا عکس داری، یکیشو میدی من بفرستم برای پدر مادرم؟ نه نه نه، اینا رو میخوام، وقتی برگشتیم یه عکس قشنگ بهت میدم. عزیزم، من دو برابر سن تو رو دارم، خوب نیست برای خاطر یه خورده عسل این قدر منو بدونی. عسل با زحمت میشه به دست آورد، خیلی هم آسان نیست. اما برای من مشکل نیست، من اگه بخوام یهو کندوی عسل سر میکشم. او بله. جونم خیلی دوست دارم. تو بهتر از تمام جوجه موجوهای امروزی هستی، میدونی؟ خودم میدونستم، آخه یه خاصیت دیگه دارم. وای به وقتی که بفهمم یه زن دیگه هم تو زندگیت هست، خودمو میکشم. چرا تو این کارو میکنی؟ بذار من بکشمت. مامان جون منو ترسوندی. آخه خواب دیدم بابام داشت تو رو اذیت میکرد. نه مامان، بابا هیچ وقت منو اذیت نمیکنه، اون منو دوست داره. چرا مامان؟ من خودم میدونم اون تو رو دوست نداره. نه مامان اشتباه میکنی، تو از کجا میدونی که منو دوست نداره؟ آخه خواب دیدم. بعد خواب شدی عزیزم. بخواب قربونت برم، بخواب قربون شکل ماهت برم، مادر قربون قد و بالات برم. چی شده مامان جو؟ مامان، چیش دارم؟ من اصلا نمیفهمم امشب تو چته؟ باز خواب بابامو دیدم، بابام کجا رفته؟ رفته جنوب دنبال کارای تجارتش مامان. نه خیر، رفته دنبال یه زن. چی میگی رامین جو؟
بابام دنبال اون زن داشت میدوی، تو رفتی جلو، بابام زد سرتو شکست. زن طلاقش دادم تمام شد. راست میگی؟ پس چی؟ اما پدر صدیش پس چی؟ اما پدر صدیش کتکی به من زد به مرگ تو، اگر به اولاغ میزدن هم میخوابی. هرچی گلدن دم به دستش بود توی کلیمه شکست. منم همونجور خونی و مالی رفتم پیش رئیس دادگاه. رئیس دادگاه تم منه دیده، فوری اونو سه طلاقه کرد تمام شد. راحت آسوده شدم. خوشحال شدم، اما چرا دستتو باز میکنی؟ دست علکی بسه بودم که جرم زنانه رو زیاد بکنم، فقط با فقط. ای ناغلا قربان تو برم الهی، تو پدر منو در آورد. من تمام این بدبختیه رو به خاطر تو دارم میکشم. بگو ببینم کی باید حالا ازدواج بکنم؟ هر وقت زخم سرت خوب شد. من باید زخمم حالا این بیسب خوب شد نیست قربان تو برم. از آقا چه خبر داری؟ تو بهتر میدونی. من چه خبری دارم؟ میگه بهتر میدونی. تلگرافی به خانم بزنم ببینم از آقا چه خبر. الو الو خانم جان سلام عرض میکنم، بنده دلشاد هستم. ببخشید آقا از مسافرت شمال برگشتن؟ از مسافرت شمال؟ ببخشید از مسافرت مشرق. مشرق؟ چی میگی تو؟ معذرت میخوام، مغرب. آقا رفتن مسافرت جنوب، هنوزم بر نگشتن. حواست خیلی پرته. کاملا درست خانم جان، من یه قدم مغز من جا به جا شد. آخه دیشب این زن زده توی ملاجم، منم یک راست رفتم پلوی رئیس دادگاه و ستلاقه کردم. خوب کردی، لااقل زنت میره به یکی شوهر میکنه که حواسش جمع باشه. حواس من جمعه؟ با کوری چشم همشن همین ماه من با تو عروسی میکنم. ما حاصلم دوتایی میریم برای رشت. متشکرم عزیزم، ماه عسل خوبی بود، اما حیف که کم بود. هر چیزی کمش خوبه، مخصوصاً عسل. خب تو رو تو هتل استراحت کن، منم میرم دفترم به تلفن بزنم. حتما منتظرم که تلفن بزنی. باشه، خداحافظ. قربان چلت. مرسی. خداحافظ. خداحافظ. الو، بفرمی. پروین جون، سلام، من لیلی. سلام لیلی جون، کی از شمال برگشتی عزیزم؟ همین حالا، دیگه طاقت نداشتم، فوراً به یه تلفن زدم. متشکرم لیلی جون. خب، از شمال تعریف کن، با نامزده بهت خوش گذشت؟ جات خالی، چه هوایی، چه لذتی. برخلاف دوتا نامزده قبلیم که هر دوتا زن و بچه داشتن، این یکی با این که از من بزرگتره، اما عالیه، نجیب، پاک، پدر مادر دار. نمیدونین چقدر دوستش دارم. الانم عکسش جلومه، میخوام بفرستم برای پدر مادرم. آخ چقدر خوشحالم پروین جون. معلومه وقتی که آدم نامزدشو اینقدر دوست داشته باشه و باهاش بره شما، مسلما بهش خوش میگذره. خب عروسی کیه؟ عروسی رسمی که معلوم نیست، اصلا نامزدم میگه که عروسی و نامزدی فرقی نمیکنه. ایوا پس لابد. آره، همه چی تموم شد. ایشالله کم کم رسمنم عروسی میکنیم. خب، پس مبارک. لیلی جون، آدرس خونه منو یادداشت کن، زود پاشو بیا اینجا. اصلا بیا اینجا پیش خودم بمونی. تو شوهر داری، خوب نیست دختری مثل من بیاد مزاحم زندگیت بشه. راستی ببینم، شوهرت چطوره؟ جز من به هیچ کس دیگه فکر نمیکنه. خب، الحمدلله. تو پاشو بیا هتل یه قهوه با هم بخوریم. اگه نیای منم خونه ای تو نمیام. باشه میام، اما امروز نه، فردا. راستی اسم هتل چیه؟ هتل عالیه. اجازه میدی به نامزدم بگم بیاد تو پاشو هتل چیه؟ هتل عالیه. اجازه میدی به نامزدم بگم بیاد با آشنا بشین؟ چه مانعی داره، خیلی هم خوشحال میشم ببینمش. خداحافظ عزیزم. قربون تو عزیزم. سلام. چته؟ رامی با تو هستم. پروین، پروین جون. عزیزم. سلام عزیز دلم.
سلام. قربونه برم الهی. نمیدونین دو روزه چقدر دلم برات تنگ شده بود. دلم پر میزد برات. میدونم عزیزم. از سیلاب بگو طوری که نشده، ضرری که بهت نزده. الحمدلله نه. به جون تو دیشب پریشب از دست این سیلاب بدمصب یه دقیقه موجه نزدم. چجوری من جلوی سیلاب بی پیره گرفتم خدا میدونه. دیشب هم تو مرتب تا سوی نفس سوار بودم، سوار ماشینو. و همجور تا صبح ماشین روندم تا خودم رسوندم اینجا. چرا این مدرسه نرفتم؟ عزیزم ساعت 9 بعد داری، ماشینش هم هنوز نیومده. چرا پیش من نمیاد؟ مامان جون بیا اینجا، بیا بغل بابا، بس خستگیش در بره. بیا مامان. نمیام. چرا بابام تو رو زد؟ چی؟ هیچی عزیزم، خواب دیده. تو خیلی خسته ای. بیا بریم یه کمی استراحت کن. بیا. به مرگ تو نمیدونی دو روزه چه عذاب کشیدم. روز بخیر آقای من. روز بخیر عزیزم. بابا جون من خستم، میخوام بخوام. چرا همچی میگونی؟ چرا دیشب مامانم اذیت کردی؟ من که دیشب اینجا نبودم. چی شده رامین جون؟ پروین چی میگی؟ والا این دو سه شبه که تو نبودی هر شب خوابتو میدیدی، تو خواب میگفت چرا مامانم اذیت میکنی؟ صد دفعه گفتم شام زیاد به این رامین نده بخوره. مامان جون بیا بریم، بابا خست است، میخواد بخواب. من نمیذارم بابا بخوابه. این ماشین لعنتی کودکستان چه میلی بچه رو ببره؟ نیم ساعت دیگه. این دو روز مسافرت چرا اینقدر اخلاقتو عوض کرده؟ لا 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 لا. آخه من حق ندارم بعد از دو روز زحمت و بیخوابی که رفتم جلوی سیل رو گرفتم یه ساعت بخوابم؟ میگفت حق نداری. خیلی خوب، حالا که اینجا نمیتونم بخوابم میرم یه جهنم دیگه. لا 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 لا. اصلا میرم تو همون میخوام. دیدی بابا رو عصبانی کردی؟ الو الو، سلام عرض کردم خانم جان. بنده دلشاد هستم. آقا از مسافرت شمال برگشتن؟ از مسافرت شمال؟ تو معلوم هست چند روز حواست کجاست؟ ای داد خانم جان، باور بفرمایید این زخم سر من هنوز خوب نشد. ای بر پدر این زن لعنت. من اگه جای زنت بودم اصلا مخ برات نمیذاشتم. به هر حال آقا از مسافرت جنوب برگشتن، الانم تو همون خوابن. از مسافرت جنوب؟ ها بله بله، از مسافرت جنوب. به هر حال وقتی بیدار شدن بفرمایید کارها توی اینجا همش انبار شده. خیلی خوب، آخرش نفهمیدم این شمال رفته یا جنوب. چه بود؟ من بچه‌سو می‌کشمش. ببین چه بلا به سر من آورده. روز عزیزم تو هیچ وقت با بچه اینطوری رفتار نمی‌کردی. این فسخری هم هیچ وقت با من کارا نمی‌کرد که. خیلی خوب، عصبانی نمی‌شو عزیزم. دلشاد از دفتر تلفن زد کارت داشت. الان میرم. فیروز تو شمال رفته بودی یا جنوب؟ اهواز جنوب ایران یا شمال؟ من میدونم اهواز جنوب ایرانه. لااقل به اون دلشاد احمق که مباشرته شمال جنوبو یاد بده. این که خودش مال شماله، بلد شمال کجاست؟ چشم عزیزم، الان میرم جنوبم یادش میدم. این دل، اینم واقع. حالا واجبه تو ماشین نویسی یاد بگیری؟ نه خیر، فقط واجبه که تو رو سفت سفت بغل بکنم. ای بلا. آقا من سلام عرض کردم قربان. سلام و زهر مار، بفهم مشغول باشید، بفرمایید. نه با بده. اینجوری موازه به اوضاع هستی؟ چی شده قربان، مگه چیکار کردم؟ میخوای چی شده باشه دیگه؟ کسی هم تلفن نزد؟ بجز خانمی دیدی خیلی ها تلفن زدن. چند تاشون مردان، چند تاشون زن؟ همشون زن بودن. اسمشون؟ الهام، بنفشه، کتایون، آزیتا، مینا، پری، فیروزه، ونوس، رویا، کیان. بسه دیگه، حالا هرچی دختر تو این دنیاست اسمشو برام میشماره. چه زودتا تکوین دختره معلوم نمیکنی؟ خیلی روش زیاد شده ها. قربان شما یکی دو هفته با من مهلت بدین، من خودم روی اینه کم میکنم. بخور هر کاری میکنی زودتر، والله خودم روشو کم میکنم. آقا آقا خواهش میکنم، کم لطفی نکن. من اینه دوست دارم، به خاطر این زننه منو طلاق دادم قربان تو برم. آخه
به خاطرش خیلی دختر پاک عقل و شعور تو از دست دادی. نزدیک بود آبرو منو پیش زنم ببری. آقا آقا من تقصیر کردم. شما با من میگی میرم جنوب، با خانم میگی میرم شمال. من کفدشمونو بو کردم آخه. تو هنوز نمیدونی ما مردا هیچ وقت به زنمون راست نمیگیم. وقتی میگیم جنوب یعنی شمال، وقتی میگیم شمال یعنی جنوب. چش باشه، اگر گناهی دیگه از من سر زده بزن جناب آقا کلی منو بشکن. مرمت علی زیاد همش دعوا دارد با من. برر گیسوی محبت بفرمایید. سلام لیلی خانم. بله تشریف دارن، گوشی خدمتتون. همونه جنوبیه؟ نه شمالی است. همونه ده شمالی یعنی جنوبی. آقا صحبت بفرمایید. لیلی جون خستگی در رفت؟ آره عزیزم خستگیم در رفت. شمالی یعنی جنوبی. آقا صحبت بفرمایید. لیلی جون خستگی در رفت؟ آره عزیزم خستگیم در رفت. اگه صد سال دیگم کنار تو بود. میتوره دلم خواست تا یه مورد یه جنوب میموندیم. جنوب؟ جنوب یعنی شمال. راسته که چه هوای خوبی بود. گوش کن ببین چی میگم. فردا ساعت 11 دوستم میاد هتل که منو ببینی. خیلی دلم میخواد تو رو با اون آشنا کنم. باشه میام. باید چشمتو درویش کنی. اون شوهر و بچه داری. راست میگی؟ چه بد. خیلی خوب. فردا ساعت 11 میام. خداحافظ. پس این نامزدت که پیداش میشه؟ من که دلم آب شد. میاد ولی باید چشمتو درویش کنی. مطمئن باش من یه موی شوهرمو به صد تا مردای دنیا نمیدم. تو گفتی ساعت 11 میاد؟ آره الان دیگه میاد. الان پیداش میشه. تا یه روب دیگه سب میکنم. نیومد میاد. آه اومدش. گوش رفت اون پشت. الان میاد تو. اینگار رفت. پروین جون از اینکه معطلت کردم خیلی معذرت میخوام. اومدش. سلام مهد. خدومشونو این رو بایستدی جلوش. من دیگه نگاه نمی کنم. هر وقت اومد اینجا می بینمش. قربون تا دارم. سلام سلام. با دوستم اشناش. سلام. فترت فیروز چی شد؟ چیزی نبود. با هم دوست بودی؟ یه خورده بیشتر. نامزدت بودی؟ بازم بیشتر. زنت بودی؟ قربون هوشت برم. بیشرف دروغگو. خاک بر سر احمق. دروغگوی هم راستی ما مگه چه اتفاقی افتاده؟ بله من بی خودی عصبانی شدم. آره دیگه آخه چرا برای چی؟ منم همینو میگم. مگه آسمون به زمین اومده؟ نه عزیزم طوری نشده. معذرت میخوام ناراحتت کردم. منو ببخش فیروز. چشم ببخشی. اصلا مگه چی کار کردی؟ خوب با یکی از دوستای زن من قرار ازدواج گذاشتی. دو روزم رفتی شمال خوش بودی و برگشتی. مگه بیداره؟ نه منم جای تو بودم از این زندگی یک نوا خسته میشدم. درسته عزیزم؟ آره دیگه درسته عزیزم. خاک بر سر تو. درسته؟ درسته ها؟ درسته؟ درسته؟ به من خیانت میکنی؟ گوش کن آخه مگه چی تو شده؟ پهمه جو تو اشتباه میکنی. چمدون بزن زمین تا حقیقت برات بگم. نمیخوام حرف بزنی خفه شو. نمیخوام حقیقت رو برام بگی. حقیقت خودم شنیدم و با چشمام دیدم. تازه تو میخوای برام تعریفش کنی؟ لا آخه پدر مادره که مشهدن تکلیف رامین بچه‌مون چی میشه؟ به من هیچ مربوطی نیست. رامینو بده زن تازت بزرگش کنه. الو هواپیمای ملی؟ بله خانم بفرمایید. ببخشید من خیلی عجله دارم. همین امروز باید برم مشهد. دروغ میگه. آخرین هواپیمای ما 1:30 دیگه پرواز میکنه. اگه شما زود تشریف بیارین به هواپیما میرسین. من الان میام. حالا جدی جدی میخوای بری؟ میبینی که دارم میرم. پشت گوشه تو دیدی منم میبینی. پروه جو ازت خواهش کنم نرو. حالا من یه اشتباهی کردم. ببخش من عزیزم. گم شست سر رام برو اونجا. خیلی معلوم از خدا دلم میخواد. بسیار خوب. پس این کار یه شرطی داره. هر شرطی باشه قبول میکنم. بگو چی چیه؟ بگو به جون رامین قبول میکنم. به جون رامین قبول میکنم.
کارش خود تو رسوندی اینجا، شرط منم قبول نکرد، چه برسه به تو؟ گوشو نکردی پروی جان، پروی جان، از خرش تو بیادشو بیاریم خونه. شرطمو قبول میکنی یا نه؟ نه، گفتم حاضرم هر بلایی میخوای سرم بیاری بیار، اما من شغل قبول نمیکنم. از خداحافظ پروین جو، تو رو خدا نرو، ازت خواهش میکنم. شرطمو قبول میکنی یا نه؟ تو منو بکش اما حاضر نشم همیشه جلوی مردم سرم پایین باشه. پس بازم شوهر شما شرط رو قبول کرد، به اطلاعات رجوع کنید. حالا جدی جدی میخوای این کارو بکنی؟ خب معلومه، دو روز بیشتر طول نمیکشه. دو روز؟ هیچ فکر بعدشو کردی؟ تو چطور فکر بعدشو نکرده بودی؟ مرد با زن فرق داره. یعنی مرد هر غلطی دلش خواست بکنه و زن خفه خون بگیره؟ منظورم اینه که مرد هر کاری کرد نباید زن بکنه. اون زمونا گذشت، حالا دیگه زن و مرد با هم فرقی ندارن، وزیر میشن، وکیل میشن، نظام وظیفه میرن، خلاصه هر کاری شوهرشون میکنه اونام میکنن، باید بکنه. خب حالا چه خیال داری از اون کارو بکنی؟ معلوم نیست، هر وقت دلم خواست، امروز، فردا شب، نصف شب، دم صبح، وقتشو خودم میدونم. پس اقلا میتونی بگی با چی؟ هنوز انتخاب نکردم، اما خاطر جمع باشه مثل تو بد سلیقه نیستم، چیزی که زیاده مرد خوشگل و خوشیکله. همچی بیزنم تو چی گفتی؟ هیچی، من حرف نزدم. رسیدین؟ هتل پریسا هم اینجاست. همینجا؟ بله همینجا. یهو لورده شدم ماده. نه بیا بیرون. آره هتل قشنگی، یعنی دخترم همینجاست. حتما همینجاست، بی خود که لیلا ما رو دعوت نکرده اینجا. باز دوباره که گفتی لیلا، زده برده کاس بگیر لیلی. خیلی خوب لیلی، خودو بری. عجب خودگلیه، یا الله چقدر کوچه پس کوچه داره. ننه سلام لالی، چطور سالشون؟ مرحمت شما زیاد. من مادر لیلی خانوم هستم، بهشون بگون ما اومدیم. ما اومدیم چی چیه؟ بگو پدر و مادر و برادرت از اصفهان اومدن. لیلی خانوم فامیلشون چیه؟ شیرین سازگاری ملک آبادی مطلق، فرد اصفهانی. بله متوجه شدم، کلید اتاقشون اینجاست اما خودشون نیستن. کی برمیگردن؟ چه عرض کنم، ممکنه یه ساعت دیگه، ممکنه فردا صبح. به چشم دلم روشن، فردا صبح؟ لابد رفته است پیش نوم زدش فیروز خان، دا آدرسشو که داری بوده. آره، تا بریم یه اونجا. گیسوی محبت میگم، سوی محبت میگم، خیانت بکنیم اما همین خیانت باعث بشه که آدم بیشتر به زنش علاقمند بشه. آخه چجوری؟ ببین دلشاد، وقت زن برای شوهرش بچه میزاد، اون زن یک موجود قابل احترام و مقدسه که باید شوهرش شب روز به خاطرش جون بکنه و وسیله رفاه و آسایش اون زن رو فراهم بکنه. بله، اما کم کم زندگی برای اون شوهر یه نواخ میشه و همون یه نواختی باعث میشه که شوهره به یه سرگرمی کوچولو احتیاج پیدا بکنه. سرگرمی کوچولو مثلا مثل لیلی خانوم دی؟ بله. آره، اما همین سرگرمی کوچولو باعث میشه که آدم قدر زن خودشو بدونه. خب آجان، پس بنده با داشتن سرگرمی به این بزرگی که توی اون اتاق هست، چرا علاقه من نسبت به زنانه من کم شد و رفتم اونو ست علاقه کردم؟ مردا دو دسته، یه دستشون مثل من عاقلن و با داشتن سرگرمی کوچولو هیچ وقت شریک زندگی خودشون از دست نمیدن، اما مردای احمقی مثل تو به خاطر سرگرمی زن خودشون هم طلاق میدن، یعنی از چاه خودشون میدازن تو چاله. فهمیدی؟ آخه بعضی از زنها طاقت ندارن شوهرانشان بیرون مشغول عیش و عشرت باشد، خودشان توی منزل مشغول زحمت. خب اینجور زنا مثل زن تو یا از شوهرشون طلاق میگیرن یا اینکه اونا هم عمل به مثل میکنن، برای خودشون یه سرگرمی کوچولو پیدا میکنن مثل زن من. راستی دلشان، نکنه من اینجا نشستم و زنم تو خونه برای خودش یه سرگرمی پیدا کرده باشه. راست میگین آقا، کاملا درسته. به خدا خیلی باید مواظب باشین، الان خانم مثل مار زخم دیده است. اما آقا، یعنی ممکنه خانم به شما خیانت بکند؟ آره ممکنه، خود احمقم بهش اجازه خیانت داد. باید زودتر برم خونه، کارا امروز رو برده بیارم. عجب جاییه ننه. دومادمون چی کاره؟ لابد کلاکیس فروش است. نکنه اینجا مردسه دخترونه. سلام، چه فرمایشی داری؟
آقای فیروز خان اینجا تشریف دارن؟ بله، کارشون داری؟ معلوم است که کارشون داری؟ آقای فیروز خان رئیس اینجا دوماد عزیز ما هستن. بله بهشون بگون که پدر زن و مادر زن و برادر زن دون از اصفهان تشبه بردن. بله، بله، بهشون بگون. ببخشین، این دوماد ما کالاگیس فروشه؟ بله. آره ده همینجاست که کچلام اودار میشن و بدتر که با خوشگه. آره بی اینجا تو رو به خدا بی اینجا بزی یکیشو بذارم سرم بینم چطوره، سب کن ببینم چه شکلی میشن. آره تو رو به خدا تماشا کن، نگاه کن منو، وای چطوره منه قشنگ شدم من، نگاه کن چرا خوشگه شدم. پدر زن و مادر زن و برادر زن من از اصفهان بشه بودن. آقا مگه شما پدر زن و زن برادر و زن مادر اینا ندارین؟ چرا دارم؟ اما اونو اصفهانی نیستن، مشهدی هم. اما اونو کاملا اصفهانی دارن، مثل خودتون بامزن. ای آقا چه؟ آقا میگم پدر زن و برادر خانم اینا اصلا اصفهانی باشن ولی بعدا رفتن مشهد اونجا موندن دی. بس دیگه چرا اشتباهی اومدن؟ نخیر آقا اسم شما رو آوردن. آقا میگم نکنی که خانم تلفنی شکایت شما رو کرده، اونم دسپچیشون یهو آمدن اینجا. نمیدونم، بگو بیان تو ببینم. بودو بودو بگو تشو بیارن بودو. کدوم قلم؟ به همین دیگه چی کار داری میکنی؟ بقل ناقص بندی بفرمایم. یکی درد ولا تو جون سر بخورید الهی فدا چه و الهی که پیش مرگی چه بیزار مشون بابا اول سب کن بذاری ببینیم از خودش هست یا نه شاید این آقا باشه بندی؟ بله من زنی اسفحانی ندارم خیلی معذرت میخوام، آقا من نیستم. بله آقا با داد اون بر سلامان که دوباره میخونی نه الهی درد ولا تو جون مشون الله اکبر چی تو مالی میرم اولادی سیزار من چیه؟ قربون حواس جمع با دخترمون نامزد شده هنوز اسم دخترمون رو بلندی؟ ببین داماد جان اسم دختر من یه گوشش فاطمه است یه گوشش لیلا، اما تازگی ها زمون عوض شده، دخترم اسمش عوض کرده گذاشته فیلی. نه لیلی بله خدا من از بس دختر شما رو دوست دارم، وقتی که اسمش میاری فوری فکر میکنه. مواظب باشین دیگه اسم دختر زن اینجا نیاری، فقط صحبتشو بکنه. حالا کی به هوش میاد؟ من الان هوش میارم، وقتی هوش آمد بهتره که اول شما رو نبینه. شما برین تو رو تخت من هوشش بگیرم. بریم بریم چای بخوریم بودو دختر تو برای زینب بازی دایی دوست دارم دایی یعنی پیش یخت بهش بدی بینم. بفرمین تو رو تا بگم برای تو چرا واسه دخترت؟ ده خب شانس ندارید. حالا که بعد از زوندتون که الان به تو سر من کنم باید شو به پیدا گردنه به تو هم به تو سر من باید سن بلند شو. رفتم بیرون برو در از تو قفل کن در قفل کن چشم داد نیست وای خدا خدا تمام تمامش چه مصیبتی به سرم اومد. اینا از کجا پیداشون شد؟ آقا اینا کی بودن؟ همینجا مثل قوم بیرون سر از این من دارم از تو میپرسم. میدونم کار کار لیلیه، حتما اون دعوتشو کرده. کجاست این مدیر بی همه چیز تا پدرشو درارم؟ سلام مادر، سلام خاموشش، سلام داداش. خوب شد اومدی، باید انتقام منو از این مرتکه بگیری. مرتکه کیه؟ همین فیروز بی همه چیز. فیروز خان تو مادمو میگو؟ آره مادر، کلا سر من گذاشته، مادر بیچارم کرده. آخه چطور؟ وقتی خبردار شدم که فهمیدم اینم زن بچه داره. آره خدا بکشیدم تو توف با روش بیاد. پس این مرتکه هم قشیست هم زن بچه دارید خاک عالم به تو سرش کنن. بچه تو رسی تونسته سر تو کلا بزنه پیدرشو در میرم بیبرم بیبرم بگاه شده الان همینجا رو میریزم به هم آیه کاری بکنم. وای خدا چه بیا بروی
الان آبرون میره. آقا الان داره میشکنه، یه فکر میکنه، همینجوری وایسادی نگاه میکنی. دلشاد من از پنجره میپرم پایین، میرم یه جایی میشم، شبم میرم خونه. تو هر جوری هست اینا رو دست به سرش بگو برن. من چه غلطی بکنم؟ خواهش میکنم ازت، خواهش. خیلی خوب شما بفرمایید من چه غلطی میتونم. حالا باش 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 آقا باز خود باش. با پر پایین دیگه. پدرت در بود. یکی غیر از من توی خونه باشیم. سلام. سلام. وا. این حرکات چه میکنی؟ مگه تو خون شدی؟ میخوام مطمئن شم غیر از زن و بچه‌ام کسی که توی خونه نباشه. من هیچ وقت مدرک تو خونه خودم نمیارم که. مگه بیابون خدا رو ازم گرفتم؟ بیابون؟ زرم بیابون تنها که نیست. هتل متلای شبونه تو را زیاده. میریم توی یکی از اونا، دنج دنج، هیچکی به هیچکی نیست. ویسکی میخوریم، میرخصیم، بعدش خدا جونم. هیچ وقت این غلطه رو نمیکنی، فهمیدی؟ چه تخت خوره هم جدا گذاشتی؟ علتش همون شرطیه که با هم بستی. خب اون شرط چه رفتی به برنامه امشب ما داره؟ خیلی هم خوب ارتباط داره. تا بی حساب نشیم نمیتونیم زن و شوهر باشیم. بی حساب؟ کدوم حساب؟ خیانتی که من کردی. وقتی منم به تو خیانت کردم اون وقت بی حساب میشیم، فهمیدی؟ اگه بخوای بی حساب بشیم باید 10,000 بار به من خیانت کنی. برو که من این حرف سرم نمیشه. ممکن نیست. من میخوام شب میذارم. بیا اینجا. خیال کردی؟ کجا فرار کنید؟ بیا با زبونی خوش بیا. کجا میرونی؟ مگه خوابشو ببینی؟ شوخی نکن. بایستا میگم. باید بیا. با زبونی خوش بایستا. اگه تو بگیری. شما تو چرا پرگم به هم رو بایستی میکنی؟ به ننت بگو بایسته. چیزونه آخی؟ من میگیرم آخی چیونه؟ نامی جو بوده بیا بخل مامان میخوام بادیا بارونه بدم. بزر بچه برای تو اتاق خودش بگیره بخوابه. نه بابا تو امشب برو تو اتاق خواب من بخواب. هر شب که نمیشه پلو مامان بخوابه. یه شب خودش بگیره بخوابه. نه بابا تو امشب برو تو اتاق خواب من بخواب. هر شب که نمیشه پلو مامان بخوابه. یه شب هم من بخواب. با جنس فسقلی آشه میرم. دماغ سوخته خریداری. میرم اون بهتره شوهرت همون کره خر کوچولو باشه. خداحافظ. ها بای بای. آخه ماشین که رفت چه نمیبری تو خونه؟ میخوام اینجا وایسم و هوا بخورم. این ادا اطفارا چی جلو مردم میان؟ بیگر تو خونه الان آبرو میره. به تو هیچ مربوط نیست. بیگر تو خونه؟ زن؟ بیگر تو خونه؟ لا 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 چرا؟ آه مرتی که برو اونجای خوار مادر خود نگاه کن. برو. من که خوار مادر ندارم. بیا من رو نگاه بکن. مگه از جونم سیر شدم؟ خب چه سیرو زور شده این سیر. بایستا بایستا دیگه؟ بله
بعدشم لیلی خانم پدر و مادر و برادر و جد آباد و ایل و تبارش دیشب تا به حال اینجا بله بو من چی؟ بگو آقا مریضن، اصلا بگو مردن. نمیشد آقا، اینها میگن اگه این روز اینجا رو شما رو نبینن مثل قوم و عتیله اینجا رو آتیش میزنن. غلط میکنن، برو فورا پلیس خبر کن. مگه میشه آقا قربان تو برم بتر گندش در میاده؟ راست میگی، نمیشه شکایت کرد. پس دلشا تو رو خدا هر جوری هست اونا رو دست به سرشون کو برن. آقا جان تو رو به خدا یه جوری تشریف بیارین اینجا، خودتن با اینا صحبت بکنین، من باید برم منزل بخوده. من این روز اصلا نمیتونم از خونه تکون بخورم، شیشتون که حواسم باید جمع ناموسم باشه. مثل که خانم تصمیم گرفته شرط رو که با من بحثه امروز عملی کنه. ای دادی بیداد، بسیار خوب آقا باشه، الان خدمتشان عرض باشه. چشم، مجده بدین، مجده بدین، مجده. چه خبر شده؟ آقا فرمودنگی به سلامتی امروز 48 درجه تب دارم، نمیتونم بیام. آبی دور پدرش تو و خودشو خندیدن. چرا من؟ خفشم. آقا فرمودن که حال من خوب نیست، شما برین هتل، منم فردا میام هتل. هتل موتلا ولش کن، ما از اینجا جم نمیخوریم. نخور. ما تا یه ما دیگم شده اینجا میشینیم تا تکلیفون معلوم بشه. خب بینیشین با من چی؟ آبجی من گشنم صابونه نمیخوره. دلشاد چرا صابونه رو آماده نمیکنی؟ خانم جان تو خیال میکنی اینجا قهوه خانه است که قربان؟ حاضر کن اون روی سگ من بالا بیا. خوب باید. مگه امروز نمیری دفتر؟ نه، کار زیاد مهمی ندارم. خب، پس من کار مهمی دارم، باید برم بیرون. ربابه، رامی که از کودکستان برمیگرده کاملا مواظبش باش. چشم. نهار آقا و بچه رو بده بخورن تا من بیام. مگه شما زور تشریف نمیارید؟ نه، ممکنه شب بیام، البته خیلی دیر وقت. شاید هم صبح بیام، تو فقط مواظب به بچه باش. عزیزم، کجا میخوای بری؟ من بیام به رستوران. نه، وقتی تو میرفتی دنبال خوشگذرونی، من ازت میپرسیدم کجا میری. خداحافظ. اما من باید بفهم تو کجا میخوای بری. عجله نکن، بعدا خودت میفهمی. بابا چه بدبختی. نره ازار پاک کنه. خیلی خوش اخلاقه، بیا بریم دنبالش. آره بریم، بریم به واسه خوشو باش. او کجا داری میری؟ کجا میری؟ داریم میریم دنبال اون تیکه. اون تیکه نیست، شوهر داره. شوهر دنبال کار احمقیه. خود منم. بریم دنبال. چه خلوص رو شد. خوشگل اینجا ریخته. زن من آینا میخوام، یه دونه آینا بر من بگی. تو زن من میشی؟ آره. نن من گشنمه. به این آقا بون که صبح تاله مار اینجا نشونده است. عجب گرفتاری شدم خانم جم. مگه با نیمه من خانجی شاگردم؟ بفرما چی میل داریم؟ اگه این اطراف چلو کباب خوب پیدا بشه، با چند زرده تخم مرغ من بدم نمیاد. با چند زرده تخم مرغ؟ چش. نه من تچین مرغ میخوام. تچین برای من دختر من بقال پلو آمورق بیاریم. تعرف نکن اگه چیز دیگه میل داری بگو. نه اگه قرمه سبزی هم باشد بد نیم. چش. من چیزی میل ندارم، اما اگه یه رونه بوغلمون باشه میخورم. از کجا بیارم؟ شما چرا اشتها ندارین آخه؟ برای دخترم رونه بوغلمون بیا. با چشم، الان تلفون میزنم فوری بیاره. میمیرم الهی ماده، چشام کور شد الهی. ده انقدر فکر و خیال نکن، ده همش تقصیر خوده دست. پسر آمو به اون خوبی رو جواب کردی، آمده ترون زنی این بیست سر بیپا بشی. به راست میگه، مگه برادرزادم آقا حسین چه عیبی داشت که حاضر نشدی زنش بشی ها؟ والا به خدا قسم آقا حسین میگو اگه لیلی خانم صد تو شو برم بکنید آتلاق بسنید بازم میسونم. نه چطور همین حالا به پسرم آقا حسینم تلفن بزنیم از اصفهان بیاد اینجا، هم تکلیف خواهرم رو معلوم کنه، هم حساب این فیروز خان رو برسه. فکر الان بهش تلفن میزنم بیاد حسابشو برسه. ببخشید آیه گنده، پسرم و ای جناب علی چی کاره باید باشه؟ گاف کشه. آها. امان، پس چرا تو رو نگوشتید؟
گاوکش بفرمایید. سلام لیلا خانم، ببخشی لیلی خانم، دخترم و یه خوشگلم و در بس قربونش برم. شنیدم رفتی تهرون؟ آره، الانم از تهرون دارم برات تلفن میکنم. پسرم و جون، یه اتفاقی برام افتاده، دلم میخواد همین حاله بلندشی بیای اینجا تکلیف منو معلوم کنی. کسی مزاحم شده؟ به خدای دیب باشه شاخش میشکنه. تو رو خدا خودتو زودتر برسون، اگه منو دوست داری معطل نکن. تو هم من جون بخوا، میدونی که چه کشتتم. آدرس بگو. چه گوغایی میشه؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو، ده ده نو هشت هفت شیش پنج چهار، یک دو سه یک دو پنج چهار. عادت نداری بعد از نهار یه پیاله چای بدی بخوری؟ چرا قربان آقای پسر، بپر چای بیار برای من. بگو آب آناناس بیارم. چشم، آب آناناس هم برای شما جناب علی. برای من بگو گل کابزبون نبات بیار. این ده چی جناب علی؟ برای منم بگو یه تقار آب پرتقال بیارم. چشم، یه سطل آب پرتقال هم برای شما. خوب گفتم ننه. برای بگو آب آلبالو بیارم. وای خدا بیچاره شدم. سلام عرض کردم قربان. سلام. سلام پروین جون. سلام لیلی جون. از این اتفاقی که برات افتاده خیلی متاسفم. منم براتون متاسفم. نه من تقصیری دارم لیلی جون، نه تو. اون که مقصره، هر دومون میشناسیمش. قصهشو نخور. تصمیمی دربارش گرفتم که به نفع هر دومونه. خیلی متشکرم پروین جون. راستی پروین جون، یادم رفت پدر و مادر و برادرم رو بهت معرفی کنم. سلام. سلام لالیکو. سلام. من پروین، هم دوست قدیمی دختر شما، هم هووی دختر شما. البته لیلی هنوز رسما با شوهر من عروسی نکرده، اما از نظر من هیچ اشکال قانونی نداره، چون منم که باید اجازه بدم شوهرم با دختر شما عروسی کنه. به حقی چیزایی رو نمی کنه. چرا نکنی؟ مگه جای تو یکی تنگ؟ الحمدلله وضع زندگی فیروز انقدر خوبه که به غیر از مادوی تونه صد تا زن دیگرم اداره کنه. بهتره که دلاخی واسه حق قانونی توه که همین حالا بلند شی و بری خونه شوهرت، با هم هم زندگی میکنیم. چیزی که اونجا فراوونه اتاق خالی. پروین تو چی داری میگی؟ رو دروسی رو بذار کنار، زود باش بریم خونه. من و تو دو تا دوستیم، میتونیم هم با هم زندگی کنیم. اون که کلا سر هر دو تایمون گذاشته چشمش کور بشه و ادارمون کنه. آره دختر جون، پروین خانم راست میگه. حالا که هوایی به این خوبی داری، بذار ما چش کنم. اوه قربونو شکلت برم، چرا نره خونه شو بره زندگی کنی؟ راست میگه دختر جون، تنها راهش همینه. ما یه 7-8 عروزی مهمون شما هستیم، بعدش میریم اسم. با 7-8 عروز چی چیه؟ یکی دو ما میمونیم، شایدن بیشتر. بله میمونیم، بله یکی دو ما مهمونت هستیم، بعدش میریم. عالیه، پس بفرماییم بریم خونه. ننه حسنی، چه میدونه؟ آره وردار بیا، من برو کمکشون. کیف منم وردار بیا. بفرماییم. ننه بایسی، منم با خودتون ببری. بیا ننه، من جا موندم. تو خونهشون موت هم دارم. دوست دارم ننه. گامیش چی شد دلچا؟ افتضاح شد آقا، افتضاح. خانم شما لیلی خانم و پدر و مادر و فک فامیل برداشته برده منزل شما که همونجا زندگی بکند. به نظرم یه 3-4-5 ماهی میخوان اونجا بمانن. ای داده بیدار، خلاصه خرج مخارج زیاد شده. همه اینها یه طرف خیلی خوشگل است. خیلی قشنگ. الهی به پای هم پیر بشن. حالا هی بگو دومادمون بده. اجازه بدی من راهنماییتون کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. نه اینا درخت موز ندارن. زلیل شیشالله چقدر کوفتت میکنی. دوست دارم موز ماهیاش اینا. آقا جم بالاخره تا کی باید اینجا بنشینی؟ بلند شو برو بخنی دور من. مگه من دیگه جرأت دارم پامو تو اون خونه بذارم؟ مجبورم شبا همینجا تو دفتر چپ مرگم بذارم. ای برای آخرش چی؟ بالاخره باید تکلیف این کارو معلوم بکنی یا نه؟ پروین بلای به سرم آورده که دیگه نه راه پس دارم نه راه پیش. من میگم بهتره با خانم صحبت بکنی، ببینی در اون چیه. تو اجازه بده اصلا من شماره رو بگیرم، صحبت بکن با اجازه. بگم فایده نداره. خیلی نمیشه بگیرم. بیان بیرون فرد با هم بازی کنیم.
اینم حال دیگه کاری نداری؟ متشکرم پروین جون. آخ ننه یه شطور ماهی. خانم تلفن کیه؟ اسمشو نگو. پروین جون چرا نارو آوردی تو خونه؟ حالا کجاشو دیدی؟ دیگه کجاشو باید ببینم؟ تو با من شرط کردی یه دفعه به من خیانت کنی با هم بی حساب بشیم. من احمقم قبول کردم، اما دیگه بنا نبود اینا رو بیاره تو خونه. من مخصوصا این کارو کردم برای اینکه تو نمیذاری بی حساب بشی. به خیالت نفهمیدم تو خیابون همش دنبال من بودی و زاکسیامو چوب میزدی؟ پس تو میدیدی من دنبالتم؟ خیلی خوب غلط کردم، دیگه دنبالت نمیام. به شرط که همین الان اینا رو از خونه من بیرونشون بکنی. اولا اینا باید تو خونه باشن، دوما تا من و تو با هم بی حساب نشیم زندگیمون نمیشه، ثانیا اگه مزاحم نمیشی امشب تصمیم گرفتم مرد ایدئال خودم رو پیدا کنم و انشاءالله گوش شیطون کرد بی حساب بشیم. خدافظ. پروین تو هم خیال داری با یه مرد دیگه؟ درست فهمیدی، اما نمیخوام زن کثیفی بشم که به معنی واقعی بهش خیانت بکنم و یا برای اذیت کردن فیروز خودم رو خراب کنم. فقط برای اینکه زجرش بدم ظاهرا این تصمیم رو گرفتم. نمیدونی از وقتی که این شرط رو قبول کرده چه حالی داره، وقت و بی وقت مثل دیوونه ها دنبالم. اما اگه از من میشنوی برای اینکه حسابی جگر فیروز رو بسوزونی موقتا باید یه مرد رو پیدا کنی و ظاهرا باش گرم بگیری. خیلی مشکله، آخه من تا حالا از این کارا نکردم. نمیگم که راست راستی این کارو بکنی، برای اینکه حسابی بتونی فیروز رو تحریکش بکنی کافیه فقط فیروز در یه محلی یه لحظه تو اون مرد رو با هم ببینی، اون وقت هم حسابی تنبیه میشه هم علاقش نسبت به تو بیشتر میشه. خب چی کار کنم؟ چجوری میشه اون مرد رو پیدا کرد؟ کاری نداری، تو دلت بخواد مرد دله فراوونی. من چجوری با ستاشون نامزد شدم؟ اگه بخوای چهارمیشم پیدا میکنم، البته برای تو. من آقا حسین گاف کشم، دخترم اون لیلی خانم این آدرس رو به من داده که بیام خدمتتون. به جون شما چهار ساعته با ماشین خودم اینه برق تیفون از اسمون خودم رسوندم تهرون، دیر که نکردم. نه خیر، خیلی هم زود اومدی. چند لحظه بفرمایین بشینین، الان میرم. گید ببینم چه اتفاقی برای فاتی خانم افتاده؟ لیلی خیلی خوب ببخشین، چه اتفاقی برای لیلی خانم افتاده؟ هیچی، مثل همیشه باز دخترم افتاده است تو چا، میباد درشو برد. این دفعه هم بد جوری تو چا افتاده. همش تقصیر خودتونه. به ما چه؟ فاطمه از روزی که به دنیا اومه. چی؟ لیلی ببخشید، لیلی از روزی که به دنیا اومه خودشو با ما جور نمیدی. میگفت من امروزی هم و شما امولین و قدیمی. همین امروزی هم حالا دارن پدرشو در میارن. پدر و مادرشون. خب از دیگه تو هم امروزی و قدیمی نداره که، تربیت بچه دست پدر مادرشه. آقا حسین آباجیم اومده. سلام پسرمو، کی اومدی؟ سلام حالت خوبه؟ قربون شما، همین امروز خواهد دستور داده بودی. بس ماشاءالله چی شدی؟ متشکرم پسرمو، با پروین جون دوستم آشنا بشو. سلام علیکم، مخلص شما آقا حسین گاف کن. بفرمایید بشینید. خیلی خوشحالم. چشم نوکر شما. مادر جون، حالا که آقا حسین اومده میخوایم دنبالتون بیاد که تنها نباشیم. آره بابا جون، شب از خوب نیست دو تا زن تنها برن بیرون. بهترین والا. بیا دخترم جون. میزه با پروین صحبت کنم، مثل اینکه بدم نگفتیم. پروین جون، پروین ببین، ما که میخواییم بریم یه مرد برای تو پیدا کنیم، چه بهتر که پسرمونو ببریم. بعدم نگفتی ازش اطمینان داری؟ یهو یخمو نگیر. بابا ازش مطمئن مطمئنم، اون برا من میمیره، به خاطر من پشده اومده تیرون. خب دیوونه، پس چرا زنش نمیشی؟ آخه فکرش با من جور در نمیاد، اما حالا بعد از این همه شکستو بلکه دلم رو راضی کنم و زنش بشه. خب خانوم، پس اجازه میدی قبل از اینکه زنش بشی پسرمو دو سه روزی مال من باشی؟ اوکی هیچ، تا پسرمو انتقام من تو رو از فیروز نگیره هیچ وقت زنش نمیشه.
خب پس چرا وایستادی؟ برو جزاره بیشتر خیلی خوب حرکت کنیم. کاش فیروز اینجا بوده ما رو میدید. به پسرم تو بگو منو بغل کن. از حالا فیروز که اینجا نیست. خودش نیست. اما پیشگار احمقش رو فرستادی. پشت اون تیر داره نگاه میکنه. خیلی خوب باشه. آقا حسین طرف رو بغلش کن. چشم تو حد میشه بی بغل حاجی خورمش برم. عجب گردن کلوف دیه میخواد تشریح حساب بکنه. بپرم بلا بی بالا پر بیر تاکسی آی تسکی جا تسکی نوکرتا بربان پدرت برم نگه دوبالی این تاکسی سواری برو برو برو. خانشین با خانشین بیاین پایین. بله حاجی بابه بابه امو نوکر جواب داد سلام سلام بیفرده داره یه تصویه حساب بکنن ای داد بیداد برو برو برس کافه سرخ گل همین سر همینجا همین هم باری سلام قربان بینشین جنب بینشین بفر میکشمشو هنوز که طرف پیداش نشده یکی دیگه برو بالا بسته دیگه دارم مست میشه عیبی نداره خوبت باشی آره همشیره به سلامتی خودمون بخور سلام هی طرف اومدی جون تو پسرم جون میدونی که باید چی کار بکنی دخترم جون همون جوری که شما درس رو دادینا اگه نفسش در بیاد ادبش بکنه بفرمید آقا پیداشن کردم اون گوشه رو نگاه کن درست اون گوشه رو نگاه کن بیبی ماشاءالله خانم چه مشروبی دارد میخوره دو سلامتی جنابانی خوف بخوره الهی پرون جون بلند شو برقص که موقعشه آی نه من خجالت میکشم خجالت چیه؟ پسرمو دست پروین رو بگیر برین اون وسط نو چراتم دخترمو همشیره بلند شو بریم وسط کاری جواب کنه والله خجالت میکشم اول تو حسین آقا برقصیم بعدم راست میگه دخترمو تو اول بلند شو که کارشو بکن تا پروین خانم روش وا بشه ماشاءالله امیر الهی دیگه لیلی خانم چه مزنگی میاد بذار بیا من حواسم جمع زنم بابا میگم بده برم حساب این گردن کلوفته رو برسم حالا نه بشه میساب این گردن کلوفته برسن بیا بقل حاجید بیا بقل حاجید آبا جا برم میساب این گردن کلوفته برسن حالا اون جلو چشمان منه گرفته بزو حساب این مرد کرم من برسن بلا شما برس یه برا دیگه حالا نه حالا موقع شد چی شد؟ از شلوی میز اونا بیارش سر میز خودم جاش نگاه کن داره میبرد ها بور ها
گرده کنم زن مردم رو چرا بغل میکنی؟ دروغ میگه من زنش نیستم. بس خفه. من خفه؟ آره چی؟ قول بیابونی به خلق میزنم. آره بینم سوشه. نفهمیدم نه مردونو تنها گیره وردی سلام عرض کردم قربان. نه نه درم تو بیمیری من سلام کردم همین شاهده الان این میگو شما من چیگارم به من یا تو گفت کش بیچونه بینم فرارم کنه جون دیگه نگه نه مرد بی هوا میزنی خوبش بینا داره بارم میدی بارم خوشونه غلطی من کردم دیگه چجوری خوش کردم حالا بزشونه جردن کنف منه بزنی درست دولوری میرم الهی ای کاش جرأت داشتم میرفتم حساب این گردن کلفت میرسیدم آخ آخ جونم حضرت آقا مگه بنا نبود غیرتی نشی بازم اومدی مزاحم من شدی من کی مزاحمت شدم دیدی با این گردن کلفت چی شو هیچی تو که دیدی با این حضرت آقا حسابو پاک کردی من هر حسابی من امشب تازه به این آقای محترم آشنا شدم فقط یه خودی براش رقصیدم مگه غیر از رقص کاری دیگه هم میخوای بکنی؟ با معلومه من یکی دو روز به این آقا هستم اگه ازش خوشم اومد اون وقت بی سرخر میریم یه جای دنجی پس تا یه محل دنجی نریه حساب پاک نکنی ولکن نیستی نه؟ نه 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 اگرم نمیخوای همین الان میرم مشم نه پروه جون تو نرو من میرم دیگه هم مزاحمت نمیشم ایشین همینجا تا صبح فردا پس فردا تا هر وقت دلت خواست حسابو پاک بکن من میرم مردم هم مردم هم کل بی غیرتی سرم گذاشتم ناراحت نباشین آقا خانم گفت امشب فقط با این یارو یقدی میرخصد یکی دو روز دیگر اگر خوشش آمد اون وقت حالا که شما دو روز دیگه وقت دارین قربان وای خدا من چجوری دلم راضی بکنم چه غلطی کردم الان ساعت 3 بعد از شب زنم کجاست آقا شما را به خدا خودتان ناراحت نکنین اگر از من نادان میشنوی قولی که به خانم دادی بده عملی بکند آبهاگی از آسیاب افتاد با هم بی حساب میشه چجوری دلم راضی کنم تو جای من بودی چیکار میکردی من خب خیلی ساده حلش میکردم چجوری حلش میکردی آها یکی از صمیمیترین دوستان خودم برای این کار انتخاب میکردم منظور چی؟ منظور من اینه که شما باید یکی از دوستان نزدیک خودتان سر راه خانم قرار بدین تا پروین خانم با دوست شما منظور خودش را عملی بکنه دی قربان چه جوری عملی کنه؟ منظور من که تمام عمل نیست اون دوست شما با خانم شما میرن مثلا برای پاک کردن حساب آن وقت در آخرین لحظه دوست شما دوچار ناتوانی میشود از خانم معذرت میخواده با این حساب هم خانم مقده دلش خالی کرد هم شرافت شما حفظ شده قربان خب بفهم این دوست شریف از کجا پیدا بکنم که در آخرین لحظه بتونه شرافت منو حفظ بکنه فراوان فراوان پیدا کردنش زیاد مشکل نیست به نظر تو چی برای این کار مناسبه است؟ اگر اطمینان داشته باشید خود بنده خود بنده بی غیرت بابا منظور بدی به راست نشه حالا دیگه بعد از چند سال میخوام وقت قیامت بگم من خانم دوست دارم بود تو درود بیا من شما رو حفظ کنم آقا جان مگه بنده بنده بیا برو مسی حالا بکشم برو بشو آقا غلط کردم دیوام شما رو از تو برو اون برو پاتم یه جلسه نمیذارم میگم برو بشو برو بشو ای خدا، حالا بیا خوبی بگوش، آخش بی سم دیمار بیا خوبی بگوش، شرافت آقا ریز بگون نکنه باز اون گردن کلافت آورده کتکم بزنه مگه در پایین باز بود؟ خودت که میدونی من کلید دارم بالا، آخ، آخ، جمال سلام چه فرمایش داری؟ لابد اومدی مژده بده که زنم با من بی حساب شده است نه من حساب پاک نکردم اومدم تو رو ببخشم که بیای بریم خونه
منو ببخشی؟ سر شب تالا رفتی تمام ولگردیاتو کردی، حساباتو با من پاک کردی، حالا دم دمای صبح اومدی اینجا که منو ببخشی؟ تو دیگه به درد من نمیخوری. از جلو چشمم دوشو برو گم شو پیشم اون مرد که گردن کلوف چه زد منو در به داغونم کرد. مزخرف نگو، من هنوز به تو خیانت نکردم. پس میفهمه تا این وقت شب مشغول نماز و دعا بودی؟ فیروز، پروین راست میگه. قسم میخورم که هیچ اتفاقی نیفتاده. کسی که امشب پروین براش میرقصید آقا حسین پسرموی منه که از اصفهان اومده. ما مخصوصا این نقشه رو کشیدیم که لجه تو رو در بیاریم. باور کن راست میگه. جفتشون راست میگه. سلام علیکم. والا ما نامرد به دنیا نیومدیم که چشمون دنبال ناموس کسی باشه. ما فقط چشمون دنبال یه لقمه دخترموه که تا کوه قاف هم بره میریم دنبالشون. اما به این کلم الله که رو قلبمه، پروین خانم سر شب تا حالا عینم بوده. فقط چون شنیدم که با داشتن زن به این خوبی میخواستی به اسم نامزه دخترموی ما لیلی رو قرب بزنی، عصبانی شدم و یه خورده همچین بفهمی نفهمی ادبت کردم. پس تو خودتو بی حساب نکردی؟ جون مادرت راست میگی؟ خودم میدونستم تو این کاره نیستی. فاداد بشم الهی. قربونت برم، قربونت بزن برم الهی، قربونت برم. لیلی خانم از زحمتی که برای من کشیدی خیلی متشکرم. بیا بجنس، شب بخیر. صبر کنید ببینم کجا. ببینم مگه شماها خونه نمیایی؟ دم حسابی که حالش داره بیاد خونه، ما همجا رو کاناپه حساب پاک بکنی. بزن بریم، بزن بریم. من با این دختر زیاد تو در همسایه برام پیدا شده، اما به خاطر تو به همه جواب رد دادم. صبر کردم خودت بفهمی یه مرد کاسه با دیگران چقدر فرق داره. بله دخترم، بهت ثابت شد که بعد از اون سه تا نمزد مرد خوب کم پیدا میشه. دخترم بگو بله و همه رو خوشحال. خیلی خوب، بله. وای کل دختر خدا، فدات شم الهی که مادرتو خوشحال کردی. دخترم او دوست داری قبل از افتون همگی برزیم تو ماشین و دو سه روز بریم شمال عشق بکنیم، دوست داری؟ عالی، باشه میریم. پروین جونم اومد. سلام. سلام. صبح بخیر. صبحتون بخیر. ایشالله دیشب خوش گذشته باشه پروین جون. دیشب بگو دم صبح. این صبح مزدش بیشتره. پروین جون ببین، ما تصمیم داریم زحمت رو کم کنیم و همگی به اتفاق نامزدم بریم کنار دریا. نامزدی؟ آره. بله پروین خانم، من چهارمین نامزد لیلیام. ایشالله دیگه پنجمی هم نداره. درست دخترم؟ آره درسته. خب تبریک میگم. به هر حال وجود شما باعث شد که هم شوهر من حسابی ادب بشه، هم لیلی بیشتر از این جنس مرد رو بشناسه. روبه رامل از کودکستان. چه عجب، یاد بچه کردیم. من هیچ وقت بچه‌م رو یادم نمیره. من اسمم مادره. زود برو نهار رو برا کن. خب نهار رو میخوری نه حرکت میکنی. منم برم لباسامو عوض کنم و بیام. پروین جون ببینم خیالت از طرف فیروز راحت شد؟ مطمئنی که دیگه بهت خیانت نمی کنه؟ فعلا که سرش به سنگ خورده، اما بعدشو دیگه نمی دونم. دوست داری این چند ساعت که من اینجام یه امتحان دیگه ازش بکنی؟ بعدم نمیاد. فیروز لا تشریف ببرم، زود بیا خونه، میخوام ازت خدافظی کنم. آخه خجالت میکشم، هر وقت رفتم میام. از کی خجالت میکشی؟ دیگه همه چی تموم شده. لیلی خانم و حسین آقا نامزدیشون تموم شد، همین دو سه روز هم میرن اصفهان و عروسی میکنن. راست میگی؟ چه خوب. خیلی خوب، پس تا نیم ساعت دیگه میام. متشکرم، خدافظ عزیزم. گفت تا نیم ساعت دیگه میام. خیلی خوب، پس زودتر بریم. شده خانم پنچر کردین؟ بله، میخواستم خواهش کنم کمکم کنی. والا من عجله دارم، باید برم خونه. فکر میکنم از نظر انسانی کمک کردم به یه زن تنها واجبتر از رفتن خونه باشی.
از نظر انسان. سلام علیکم. کدوم چرختون پنچه شده؟ بله، پنچر شده. ببینم، زاپاستون باد داره؟ زاپاس چیه؟ زکی، لاستیک اضافه. سویچتون بدید من؟ زاپاس یعنی این؟ زاپاس هم که ندارین؟ آه، حتما دوست برده. پس خانم چاره ای ندارین که ماشین رو همینجا بذارین و درش رو قفل کنین و همین لاستیک پنچره رو با یه تاکسی ببرین در یه مغازه پنچرش رو بگیرین و برگردین. خداحافظ شما. آقا شما چطور دلتون میاد یه زمه تنها رو تو این خیابون خلوت ول کنین و برین؟ اقلا لاستیکم رو درارین. من که بلدم، چقدر شما بیانسان. خانم والا من کار دارم، باید برم خونم. 5 دقیقه دیرتر مگه آسمون به زمین میاد؟ بفهمه خانم، این هم لاستیکتون. در ماشین رو قفل بکنین، با یه تاکسی میبرنش، پنچرش رو میگیرین، برمیگردین. خداحافظ شما. واقعا که انسانیت از بین رفته. آقای محترم چطور میشه اگه 5 دقیقه منو با ماشینتون ببرین در یه مغازه؟ شما فقط اسمتون مردی. خانم والا به خدا من بدی من سوار ماشین من بشین. بدی. چه عجب، متشکرم. منم متشکرم. آقا ممکنه خواهش کنم زودتر این لاستیک پنچر بگیرید. شما 3 تا تایره دیگه هست که باز پنچرش گرفته بشه. مال شما تا نیم ساعت دیگه حاضر. نیم ساعت دیگه؟ بله. نیم ساعت دیگه حاضر میشه. شما واسین حاضر که شد با یه تاکسی میبرین. میگم چطوری؟ هیچی دیگه، لاستیک حاضر شد پولش میدین، لاستیکتون رو میگیرین میذارین تو تاکسی میبرین دم باشه. واقعا که خیلی متاسفم. چرا؟ شما دلتون میاد بین این همه مرد منو تنها بذارین بریم؟ مثل اینکه شما هیچ چیز سرتون نمیشه. تازه قهرم میکنه. خیلی خوب، قهر نکنه. چشمم کور میشه، وای میسه. متشکرم. چطوری تو لاستیک حاضر میشه قهوه مهمون من باشی؟ باشه خانم، من رفته. چه یه وجب. اما اینجا چه قهوه پیدا نمیشه؟ چرا؟ استا که همه چیزم داره. بفهم بریم. دو تا قهوه برام بیا. چه؟ چی فهمش داری؟ چه مانی داره بزنی بایستن؟ ماشالله پاهاشون خیلی هم قشنگی و قشنگ. پابجو سلام. من اومده بودم خانمو بازش کنم و پنچریشو بگیرم و اومد اومدم اینجا که پنچریش تمشه. باید تمشه! باید!
نترس. تو خوب مردا رو شناختی، کاری کردی که تونستم چهره واقعی شوهرم رو بشناسم. ازت خیلی متشکرم. پروین جون فکرشم نکن، من این کارو نکردم که تو ناراحت بشی. دخترم اون ماشین حاضره، فقط منتظر تویم. به جون بابا که دیره. آقا حسین منم میرم بیام شمال، جا داری؟ البته که جا داریم، جام نباشه همشیری میشونم دو تخ با چشم. پروین جون تو رو خدا میای؟ آره میام. میدونی که این چند روزه چقدر اعصابم خراب شده، حتما میام. جونم هم میام. شمالمی پس زود باش را بیام. شما سوار شید، منم ساکمو برداشتم. خیلی خوب زود باش، زود بیام. بزن بریم که دلم واسه شمال یه ذره شده. چقدر فسفس میکنی، خسته شدم. به جنبی خانم، صبر کنین، ماشین کودکستان اومد. پروین جون رامینم با خودمون میبریمش. خیلی خوب میبرمش. رابا به بچه رو بیار، بچه رو زود باش. رابا ببر من موزم بیار. سلام ماما. بذارش تو ماشین. کجا میخواییم بیاریم؟ حالا برو بشی تا بهت بگم. خیلی خوب، تو هم برو تو خونه، زود باش. خانم من با آقا بگم کجا رفتن؟ اصفهان، شیراز، هر کجا که دلم خواست. حسنی بچم جانمونه. حسنی منو جا گذاشتی ننه؟ بودو قربون قدیت شم، بودو مادر. داشتم موز میخوادم ننه. سلام. سلام، دلشاد کجاست؟ به خاطر کتک هایی که بهش زدین گفته دیگه نمیام. غلط کرده باش، هزار تا کار دارم. میدانم بدون من اموراتت نمیگذرد. سلام. سلام دلشاد، باز خانم غلط کرده رفته. ای دادی بیداده چرا؟ این دفعه دیگه بچه هم با خودش برداشته برده. آقا شما که با هم آشتی کردین؟ به خاطر یه پنچرگیری باز اوضاع قمر در عقب شد. آقا تو رو به خدا دست از این پنچرگیری بی صاحب ورده. تو که نمیدونی مجبور شدم. به هر حال خانم همراه لیلی و پدر مادرش رفتن به طرف اصفهان. مجبورم همین الان برم دنبالش. مواظب باش تا من برگردم. ببخشین آقا، شمال داشتیم میبرین یا جنوب؟ اصفهان چه دیگه شمال و جنوب نیست. میدونم، میخواستم یهو هیچ سر از شمال در نیاری آخه. نه مطمئن باش. آقا میخواستم عرض بکنم پس وردگی عروسی من و مژگانه شما بر میگردین ده. تا من بر نگردم به خانم آشتی نکنم تو نمیتونی عروسی کنی. با عروسی من و مژگان چه ارتباطی با آشتی شما و خانم دارد؟ او عجب گیری افتاده ما. عوض نمی کنیم خانم جان، عوض نمی کنم. جنسی که فروخته شده پس گرفته نمی شود. بی سواد میگه میخوام با دوستان برم کنار دریا، به پول احتیاج دارم، میخواد پستیش خودشو بفروشه. اومج 400 تومان. 600 تومان؟ برو جانم خانم، برو بیکارت. اینه ببین، بی سواد 400 تومان یعنی 400 تومان. خب بازم به درد ما نمیخوره، میخوام چیکار؟ خود من داریم این همه. توریست گناه داره، چون پستیش هم نوعه 400 تومان بیار بهش بده بره. یالا حالا چون شما میگین چشم، وگرنه من پوزیتیج بخر نیست. باشه برو بهش بده. سیگما پولو پیدا کردی. ببخشید آقا، ممکن این آدرس به من نشان داد؟ میدان شهیاد، میدان بیچار اسفند. شما باید اول برید میدان بیچار اسفند، بعد سوار تاکسی بشید و کجا رو میخواید؟ میخواه بره میدان شهیاد. میگم اول باید سوار تاکسی بشه بره میدون شهر اصفهان، بعد بره. آقا جان شما که دارین میرین اصفهان، سر رای مدمزلم میدان شهیت پیاده بکنید قربان تو برم، توریست ها گونه دارد. خیلی خب من به شما نشون میدم، بیا دنبال من. اوه تنکیو، تنکیو بری ماچ، بای. وای وای خدا آخر عاقبت این میدان شهیاد نشان دادن به خیر بیارد. معلوم نیست که بعد از میدان شهیاد سر از کجا در بیارد. اینجا میدان شهیاد هست. اوه چقدر قشنگ هست. تنکیو. من باید ساعت 9 با دوستان کدم رفت کنار دریا. اما الان که ساعت 10 هست که. ساعت من کابیده. بله کابیده، من خیلی متاسفم برای شما. پس لابد دوستان من رفتن. بله لابد حتما رفتن. لا لا هلا
که چی؟ دوست داری من شما رو با ماشین ببرم کنار دریا پیش دوستان خودتون؟ آه متشکرم، خیلی خیلی متشکرم. بس بیا بالا. Thank you. الهی مومنیت ها وای لیلی لیلی بابا پنجاه سال که چیزی نده وخی ننه جون، ننه جون، نهار حاضره، بیان بریم بخوریم وخی دوی بیست و مزگ بیشتر به چیم نخوردست مادر مرده من دیگه خسته شدم، دوستای شمارم که پیدا نکردن دیگه کجا رو بگردیم اینجا موتل خوبیه دوست داری بری یه اتاق بگیریم و یه خورده استراحت بکنیم شیطون پدرت چیزی هم که بعدت میاد بریم یا جوریه سنگ هم باشه من میخورم آه پروین جون فیروز اومدش اونه هاش آخه، حیوانی به خاطر تو تمام هتل‌های شما رو گشت شده نمونه، یاد بگیر حالا دیگه ما بی نمونه شده پروین، پروین، پاشو باهاش آشتی کن، پاشو ولش کن بابا چی رو ولش کن؟ فیروز، فیروز وای خدا لابد که جالب میکشه بیا، وخیز، وخیز این بریم بابا، ولش کن پروین جون بلنشو بیا دیگه سلام بابا جون اینا که رفته بودن اصفهان فیروز سلام خوب کردی اومدی حالا فهمیدم چقدر بزن و بچهت علاقه داری درد بلا تو خب پسی سرشو بری من بکن اگه یه سلام قرب بکنم برم ککش نمیگید حالا بیا این دست خانمه دونو ماچ بکنین و سلامات آره. بزنیم بله بفرمان بریم آقولم بدین که دیگه پنچر گیری نکنیم والا من از نظر کمک و انسانیت پنچری گرفتیم ما نمیخواستیم پروینو بیاریم چون از دست تو عصبانی بود با ما اومد تو هم خوب کردی اومدی سراغش خب معلومه دیگه من اگه من میتونم دوری زن و بچه هم ببینم اما اول اجازه من برم یه سر به ماشین بزنم ماشین به ماشین باز دست خانمتو ماچ کنی والا والا دوباره ادب میشه بفرمایید چه تو ماشین بابام نشستی؟ تو کی هستی؟ از ماشین بابام بیا پایین میگم بیا پایین الان میرم به مامانم میگم بسه پروین جون اخماتو واز کن دیگه بیچاره به خاطر تو 50 فرسخ راه بلند شده اومده اینجا خیلی خوب حالا که از نظر انسانیت پنچری گرفتی میبخشمت ولی اگه دفعه دیگه از این کارای انسانی مخصوصا نسبت به خانوما کردی من میدونم و تو هم چشم عزیزم مطمئن باش من اصلا دیگه دست از انسانیت برمیدارم نه من گاشنمه مامان جون مامان پشت ببین تو ماشین بابا کی نشه قویرم جست بخی کلوش شیشیش کلوش جمیل کی تو ماشین بابا نشستی؟ یه خانم موزه خفش و تخم سگی فضول بذار اقلا چند دقیقه از آشتی من و مامانت بگذره پرمی جون اون عروسک جلو آینه رو میگه خب دیدنش که ضرر نداره آخه ولای با امید تو نکنه تو را باز دوباره پنچری گرفته باشین چرا بی خود حرف میزنی بچه؟
دیگه دروغ نگی مامان جونا. من دیدمی. میبینی این سعیه که با حرف علکی این فسقلی به من مشکوک بشی؟ معذرت میخوام عزیزم، ببخش. برو بدرا چشم. پس حالا که مطمئن شدی سوارش بریم تهران. ایوا حالا یکی دو روز باشین بعد لگی با هم میری زندگی بره. اجازه بده بریم. بله حالا ممکنه اصلا خونه رو دوز خالی کنه. بریم بریم مامان جون. برو بریم. این خانم کوشش من بیا بالا نیم وجبی تو غلط کردی دیدی. ماشین بود. کجا ماشین میخوام بشه؟ قربونت لیلی جون. خدا قربونت تو خدا حافظ. خوش اومدی. چیه دخترم جون؟ به خاطر خوشبختیمونی. قربون اون دونه های عشقت که هر کدومش مثل پودچ میخورد تو مخم. حسین چون آسه؟ تو حالا جدی جدی میخوای با من عروسی بکنی؟ مگه شکم داری؟ البته اگه هنوزم فکرت با من کاسه با جور نیست و خودت هم رنگ ما نمیدونی بازم صبر میکنی. نه دیگه خودمم از اون سرگردونی خسته شدم. جونم پس ایزه میدی شبا همین جمع بسات عروسی رو علمش کنی؟ باشه اما قبلن باید یه حقیقتی رو برات بگم. چونه میتونه بگو جیگه؟ من دختر نیستم. وقتی نام بله ببخشیم بزرگم شده. من یه دقیقه با شما اون پشت کار دارم. ممکنه بیایم پایین؟ با من؟ آره با شما. چی کار داره؟ نون لوای زینی دو نفش داره. خب بخش اون پشت؟ آره همون پشت. اون پشت؟ آره. چه فهمش داری؟ این پشت همین کارو باید داشتی؟ آره باید شو نه خواستم جلو زنت کتکت بزنم اما اینجا واسه انتقام خودم ازت بگیرم. اول تو رو میکشم بعد خودم. چرا؟ برای اینکه تو دو نفر رو بدبخت کردی. یکی من و یکم دخترم. اوه میکشم آن حسین با تو چیکار داشت؟ هیچی، زمینش دو نفش نبود، سه نفش بود، ولش کن، هیچی، هیچی. باز داری دروغ میگی؟ این همه وقت رفته بودی تازه میگی هیچی؟ چی چی رو هیچی؟ شب جمعه عروسی من و لیلیه اومدیم دعوتتون کنیم اسما. چی خوب، حتماً فیلی جون میریم دیگه هر طور شده. حتماً، ولی این دفعه حسین آقا جفتمون رو ادب میکنه. حتماً میریم. زنده باشیم، حتماً. هاروین جون حتماً بیاییم، لیلیت نریم. قربونت خدا رفیز. خوش بشیم. خدای شکر که همه چی به خیر گذاشم. خدای قلب کرد. قول بدم دیگه بزنم خیانت نکنم. چی داری با خودت هی زمزمه میکنی؟ هیچی، با خودم میگفتم تو دنیا هیچ کس نمیتونه جای زن بچه آدم بگیره. متشکرم عزیزم، قربونت برم. جونم، عمرم، خدا بشم به. این کتو کیف مال کیه؟ مال ننم، مال مادرمه.
چیز زبونت بند اومد؟ نمیدونم والا خاک تو سرت بکنم. تو آدم بشا نیستی، اصلا خجالت نمیکشی، حیات سرت نمیشه. بچه بیفهمی معنی زن و بچه چیه؟ بچه بیفهمی.